اگر پاسخهای ایران قانع کننده نباشه، که به نظر میاد قانع کننده نبوده تا الان، چقدر این خطر وجود داره برای جمهوری اسلامی که موضوع در شورای حکام در نهایت به شورای امنیت سازمان ملل بکشه؟ خب در حال در اول باید یک نوع قطعنامه باشه در واقع آژانس حکم در مجلس حکام و بعد باید دیپلماسی پشت این مسئله باشه که بسیاری از کشورهایی که در حال توسعه امکانی رو داشته باشن که به جلو برن با این مسئله، یک دیپلماسی باید وجود داشته باشه که گزینه‌های بعدی رو دنبال بکنه در این زمینه. اون کشورهای در حال توسعه‌ای که در واقع حاضرن که اقدامی عمل نکنن، شماری از اینها وجود دارن. اگر در واقع در آژانس در جلسه حکام یک همچین اتفاقی بیفته، به هر حال در قدم‌های بعدی به عنوان مثال روسیه ممکنه جلوگیری بکنه از این مسئله که وارد سازمان ملل بشه. این در واقع این قطعنامه فقط یک قدم اولیه خواهد بود در این زمینه. این نکته که در مورد روسیه گفتید معادله رو خیلی جالب میکنه. اگر ایران کارت روسیه رو در جیبش داره، چرا باید اصلا با آمریکا مذاکراتش رو پیش ببره؟ ایران میخواد که قادر بشه که نفتش رو بفروشه، به راحتی بفروشه. یک مقداری نفت رو دارن میفروشن در حال حاضر و همین دلیل این مسئله رو یه خورده بیشتر پیچیده کرده، مخصوصا موقعی که در واقع نفت روسیه هم اومده تو بازار برای اینکه در واقع بتونه دور تحریم‌های اونجا رو دور بزنه و اینها دارن با هم رقابت میکنن که بتونن نرخ بیشتری رو دریافت بکنن. این باعث شده که وضعیت رو برای ایران یه خورده پیچیده‌تر بکنه. الان سوال میلیون دلاری برای بسیاری از بیننده‌های ما این هست که بالاخره این توافق احتمال حصولش وجود داره یا نه؟ نظر شما چیه؟ فکر می‌کنم که نه ایرانی ها نه آمریکایی ها در مورد این توافق خیلی هیجان زده نیستن و خیلی مشتاق نیستن. یک مقدار مشخصن، علاقه دارن، ولی نمیخوان که خیلی بیشتر جلوتر برن. مسئله تعیین سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی تنها یک دلیلیه برای اینکه هر کدوم از اینها بتونن طرف مقابل رو سرزنش بکنن، برای اینکه در واقع این مذاکرات به نتیجه نرسه. هر کدوم از اینها از این کارت سپاه دارن استفاده میکنن که طرف مقابل رو در واقع سرزنش بکنن برای این مسئله. من فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از اینها خیلی بخوان که یک توافقی داشته باشن. هر کدوم از این طرف‌ها یک سری مشکلات سیاسی در داخل دارن و در ایران به عنوان مثال من نمی‌بینم که رهبر خیلی علاقمند باشه. پاتریک لاسون، اقتصاددان و محقق خاورمیانه در مؤسسه واشنگتن، اینجا در استودیو با ما. خیلی ممنونم.